بعضی وقتا یه نفر یا یه چیزی رو خیلی دوست داری ولی بهش اعتقاد نداری. این همه احساس و استوری من نسبت به سرفیسه. سلام رفقای خوب، پایه و دوست داشتنی. تو این ویدیو قراره که سرفیس 9 پرو آخرین نسل سرفیس رو با هم دیگه آنباکس بکنیم، یه خورده فیچرهاشو بررسی بکنیم، یه خورده نقد و آنالیز و اینطور داستانا، و داستان اینو براتون تعریف کنم که از نسل یک سرفیس که واقعا جذاب بود و میشه بهش گفت که یه گیم چنجر واقعی بود برای اینکه اصلا بازار رو متحول بکنه، نسل 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و اون وسط های نسل ایکسی هم اومد که با پردازنده انحصاری مایکروسافت اومده بود بیرون و اینطور داستان ها. ولی نمیدونم توی هیچ یکی از نسل ها شاید به یه مو رسید که من یه سرفیس بخرم برای خودم، ولی به مو رسید ولی پاره نشد. حالا بریم سراغ اینکه سرفیس 9 پرو رو که خیلی دیوایس جذابی هستش رو آنباکس بکنیم و ببینیم که توی جعبهش چه چیزایی هستش. من برای اینکه توی این ویدیو دوربین هد ندارم، چون فضام بچه‌ها یه فضای کاملا جدیده، سعی کردم همون تم رو توی بک‌گراند پیاده بکنم، ولی با این دره که اینجا می‌بینید کاملا متوجه میشید که فضای جدیده. یه 2-3-4 متری به این اتاقی که من معمولا برای استودیو استفاده می‌کنم اضافه شده. یه استودیوی خیلی خفنم اون طرف جدیدن دارم راه میندازم که خیلی کارهای خفنی قراره توش انجام بدیم. حالا بریم سراغ آنباکس. توی این ویدیو یه خورده محدودیت دارم به خاطر اینکه مانیتور هد نیستش، ولی سعی میکنم با یه سری بیرولای درست و حسابی پر کنم ویدیو رو، جزئیات از دیدمون خارج نشه. خب ببین، یه جعبه خیلی ساده است، یه جعبه خیلی ساده اینجوری که خیلی مقوایی طوره و خیلی ترنده. توی نسل 7 و 8 هم همین داستان رو داشتیم. من در جعبه رو باز کنم خیلی سریع، وقت رو از دست ندیم. خب این از در جعبه که اینجوری باز میشه، میخواید بچرخونمش. این از در جعبه که این مدلی باز میشه بچه ها، و همون اول یه دونه سرفیس اینجا هستش. این از سرفیس. بعد حالا همون رو بدون کاتالوگ و اینطور داستان ها شما یه دونه سرفیس دارید که خیلی گوگولیه، همیشه گوگولی بوده، الان هم هست. خب سرفیس رو فعلا میذارم کنار، نریم سراغش. توی جعبه یه دونه از این شکلی هست که من احتمال میدم کاتالوگ باشه، که کاتالوگ روش هم نوشته سرفیس پرو 9، که بره تو جعبش. خیلی با این چیزا کاری نداریم. اینجا پاور ماژول رو داریم که یه عکس پاور روش داره، احتمال بله از این طرف درش باز میشه بچه ها. بیاد بیرون. یه سه شاخه این شکلی و خود پاور ماژول. کاملا هم مایکروسافت. اینجا هم یه دونه پورت تایپ سی، ببخشید پورت یو اس بی گذاشته که میتونید موبایل چیزی اگه ازش داشتید شارژ بکنید. پس این هم شد از پاور که میاد این بغل قرار میگیره، و زیرش هیچی. سرفیس اینجاست. رنگ مشکی. خیلی مشکی خفنی هستش، از اون مشکی هست که خیلی باش حال میکنید، خیلی کربونطوری. جای اثر انگشت هم خیلی سعی کردن که کمتر روش بمونه. یکم تفاوت زیادی داره با سرفیس 7 که من توی ویدیوام آنباکسش کردم. من 8 رو هیچ وقت آنباکس نکردم، ولی کاملا 8ه، فقط نسلش عوض شده و اینکه نسل پروسسور و حالا چیزهای دیگه تغییر کرده. این استندشه به این صورت که میدونید
قرار میگیره. سرفیس ها تو نسل ها هرچی جلوتر میرن بیشتر میخوابن، ولی سرفیس 9 تقریبا شبیه همون سرفیس 8 هستش که اندازه خوابیدنش دیگه ماکسیموم حالت ممکنه و بهترین پرفورمنس رو میده اگر بخواید باز قرمش استفاده کنید. فوق العاده است، آن هند بسیار عالی داره، خیلی با 7 فرق میکنه. باز دوباره 9 رو میبینم میگم برم بخرم، میگم برم بخرم ولی نمیخرم، ولی نمیخرم. چیزی که حالا وجود داره این قسمت، یعنی دست راست سرفیس، به صورت مگنتی این پاور رو دارید که به صورت مگنتی میره داخلش و شارژ میشه، خیلی خفن مثل نسلهای قبلی. و این سمت دست راست دیگه چیزی وجود نداره، قسمت بالا پاور رو دارید و دکمه کم و زیاد ولوم و دو تا تایپ سی تاندربولت 4، USB 4 و همه چیز به لحاظ سرعت بالا. این سرفیسی که الان توی دست من هستش پروسسور نسل 12، 8 گیگرم DDR5 و 256 گیگ SSD NAND. رزولوشن صفحه نمایش تقریبا 2.5K هستش. یه توضیح بهتون بدم، این سرفیس 9 پرو هستش و یه سرفیس پرو 9 5G هم داریم که از پردازنده SQ مایکروسافت استفاده میکنه و اونجا چون داریم بهش میگیم پرو 5G، اونجا چون 5G هم ساپورت میکنه مجبور شدن از پروسسور SQ استفاده بکنن، به خاطر اینکه SQ نسل 3، به خاطر اینکه هنوز مایکروسافت این مشکل رو با اینتل داره که نمیتونه 5G رو روی اینتل ساپورت بکنه و به هر حال اونجوری یه جوری یه مارکت خیلی خوبی هم پیدا کرده برای اینکه پردازنده های خودش رو بفروشه. و اونجا از پروسسور و اونجا مثلا USB 3.2 داریم، ولی اینجا USB خیلی قوی تره، خیلی ترانسمیت دیتا با سرعت تر داره انجام میشه، هم به واسطه پردازنده اینتل ایوو کورای 5 و هم به واسطه اون USB V4ی که وجود داره. روی این دستگاه Wi-Fi 6 رو تجربه میکنید که خیلی خفنه. و یه نکته‌ای که وجود داره، کیبورد از کیبورد سری 8 استفاده میکنه. من برم کیبورد رو بیارم. خب اینجا یه دونه اینجا یه دونه کیبورد سرفیس پرو وجود داره که روش نوشته سرفیس پرو ایکس و سرفیس پرو 8. و به خاطر اینکه از سایز سرفیس پرو 8 و 9 اندازه همدیگه است، اینجا ما میتونیم این کیبورد رو وصل کنیم به سرفیس 9. چک کنم، بله دقیقا خودشه. اتفاقا جای پن رو هم این زیر اینجا تعبیه کردن که الان من سرفیس رو اینجا قرار بدم. اصلا من حرفی واسه گفتن ندارم، یعنی اصلا خیلی خیلی استفاده از سرفیس لذت بخشه. یعنی اگر اون مورد گرافیکه روی سرفیس از دید من حل بشه خیلی خفن میشه. سرفیس پرو 9 من یه توضیحی بهتون بدم، همه چی تمومه. به حرفای من خیلی گوش ندید که با کارت گرافیکش مشکل دارم. بیشک اینتل آیریس ایکس ای یکی از بهترین گرافیک های موبایلیتی دنیاست، یعنی کارو خیلی تمیز براتون در میاره بچه‌ها. و اگر یه دستگاه، اگه کار ادیت ویدیو میکنید، اگه کار عکاسی میکنید،
و اگه طراحی میکنید، اصلا این دستگاه واسه این سه تا تایتلیه که من بهتون گفتم بیشک کار رو واسه تون در میاره، خیلی روون. من تستش رو روی سرفیس 7 پرو گرفتم که کنار یه دونه فکر میکنم گرافیک انویدیا جی فورس جی تی ایکس 1550 بود. یه جورایی میتونم بگم که یه ذره سر و گردن توی رندر مثلا پایین تر بود، ولی رندر میکنه خیلی تمیز، خیلی تمیز کار واسه تون در میاره و میتونید ازش خروجی گرافیکی بگیرید. این خیلی مهمه که شما میتونید بدون لگ خروجی گرافیکی بگیرید و دستگاه فوق‌العاده کاربردی و تمیزیه. یعنی اصلا روی سرفیس 9 الان من دستگاه موبایلیتی نمیبینم. رقیب اصلیش آیپد پروه که شاید حتی خیلی شونه به شونه هم باشن با هم دیگه، و اگه خیلی اپل بازی میتونی بری اونو بگیری، ولی به نظر من اگر روی سیستم مایکروسافت و ویندوز هستی و با اپلیکیشن های ادوبی راحت تری تا مثلا اپلیکیشن های انحصاری اپل، به نظر من که خیلی تمیز کار رو واسط در میاره. یه نکته ای که وجود داره، یه حاشیه اینجا هستش که هوا گردش داشته باشه، و همچنان مایکروسافت داره از فن توی سرفیس استفاده میکنه، مخصوصا اون سرفیس هایی که دارن از پردازنده اینتل استفاده میکنن و اون سیستم سرمایش هنوز وجود داره با فن، و اینکه ضخامتش خیلی نسبت به نسل 8 کمتر نشده، اصلا کمتر نشده، تقریبا بادی همون بادی نسل 8. و حالا نکته‌ای که وجود داره بهتون بگم اینه که زیر استند ببینم جای SD کارت هستش یا نیستش. اینجا من جای SD کارت نمی‌بینم که شما بخواید دیگه حافظه ای رو اضافه بکنید. چیزیه که من نمی‌بینم. واقعا نمیتونید بهش ظرفیتی اضافه بکنید. ضمن اینکه اینجا هم یه بذار ببینم، دارم یه چیزایی کشف میکنم. چی شد؟ اوه، من دیگه حرفی واسه گفتن ندارم، واقعا حرفی واسه گفتن ندارم. اینجا رو نگاه کنید بچه ها، یه حالت مگنتوره. من اینجا رو فشار میدم، این طرفش میاد بالا، خیلی جالبه، این طرفش میاد بالا، بعد این دره رو بر میدارید از پشتش، بعد اینجا 256 گیگ SSDه که میتونید عوضش بکنید. بی خیال. عالی بود. واقعا سورپرایز شدم. من دیگه حرفی واسه گفتن ندارم. سرفیس 9 پرو میتونی از اینجا با فشار دادن یه مگنت خیلی گوگولی استوریجتو تغییر بدی، استوریجتو عوض بکنی. شوخی میکنی؟ و همین بود که من الان 30 ثانیه پیش گفتم که من دورش رو دارم نگاه میکنم و جایی واسه اضافه کردن استوریج با SD کارت نمیبینم. عالی بود، واقعا سورپرایز شدم، خیلی نکته جالبی بود. پس میتونیم حافظه رو تغییر بدیم. خیلی عالی. بچه ها این ویدیو یه جورایی دیگه تمام شده، نمیخوام حرف اضافه بزنم. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. من همینجوری آنباکس میکنم، خیلی فورس نیستم که مثلا خیلی رسمی بخوام بگمش. من تجربه جالبه بود، تجربه‌مو باهاتون به اشتراک گذاشتم دیگه. سرفیس 9 پرو، تا ویدیو بعدی، بدرود.